حمله به سه معمم در حرم امام هشتم شیعیان در مشهد دست کم یک کشته بر جای گذاشت. این حمله نزدیک به ساعت 3 بعد از ظهر روز سه‌شنبه اتفاق افتاد و سه طلبه مضروب به نام‌های محمد اصلانی، محسن پاکدامن و محمد صادق دارایی هویت‌یابی شدند. به گفته خبرگزاری‌های داخلی و شاهدان عینی، محمد اصلانی کشته شده است و دو نفر دیگر در بیمارستان هستند. روابط عمومی حرم در اطلاعیه گفت با هوشیاری زائران و تلاش عوامل انتظامات و یگان حفاظت حرم، زارب بلافاصله بازداشت شده است. درباره انگیزه این حمله هنوز اطلاعات دقیقی در دسترس نیست. سه روز پیش از این حادثه دو روحانی اهل سنت در گنبد کاووس کشته شدند. فرمانده انتظامی شهرستان تایید کرد این دو معمم شامگاه 13 فروردین ماه در محله چایبوین و با سلاح گرم به قصر رسیدند. خشونت علیه معممین و روحانیون اتفاق جدیدی نیست. اما این حادثه بار دیگر توجه افکار عمومی را به جایگاه روحانیون در شرایط سیاسی و اجتماعی ایران و میزان نارضایتی از این قشر در جامعه را برجسته کرد. با گردشی در شبکه‌های اجتماعی و نگاهی به یادداشت‌های کاربران ایرانی در واکنش به ویدیوهای منتشر شده از حمله به معممین، این سوال پررنگ می‌شود که مردم تا چه اندازه روحانیان را مقصر شرایط امروز ایران می‌دانند. بر اساس نظر جامعه شناسان، در هر جامعه سالمی خشونت از هر نوع و بر هر قشری غیر قابل توجیه است. اما به نظر می رسد این خشمی که جامعه نسبت به روحانیت بروز می دهند انعکاس نارضایتی است که نسبت به گسترش فقر، فساد و بی‌عدالتی در جامعه وجود دارد. پس از انقلاب 57، روحانیون با اشغال اکثر مناصب قدرت مسئول مستقیم سرکوب، شکنجه و اعدام منتقدان و مخالفان بودند. حوزه علمی اصفهان با زعامت دخالت گسترده در امور اقتصادی کشور با توزیع نابرابر ثروت و اختصاص بودجه‌های کلان به سازمان‌ها و مراکز مذهبی چون حوزه‌های علمیه و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و سپس رسوایی پرونده‌های فساد مالی در سطوح بالای حکومت بر خشم عمومی نسبت به روحانیون افزود. جامعه معممین با دخالت مستقیم در آموزش و تبدیل کلاس‌ها و کتاب‌های درسی به فرصتی برای تبلیغات ایدئولوژیکی هم در همراه کردن نسل بعد از انقلاب چندان موفق به نظر نمی‌رسند. در حوزه سیاسی، حکومت تحت کنترل روحانیون با بی‌خاصیت کردن انتخابات و بستن راه‌های آزادی بیان و اعتراض بر مردم به نارضایتی ها از روحانیون افزوده است. به باور جامعه شناسان، سرکوب ده‌ها اعتراضات مدنی و اختناق خشمی که می‌توانست در پیشرفت جامعه به کار گرفته شود، مولد خشونتی است که هر از گاهی کسی یا چیزی را هدف می‌گیرد. خشونتی که در یک جامعه باز و دموکرات شاید فرصت رشد نمی‌یافت. میترا بختیاری، واشنگتن دی سی.